سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. امروز پارت پنجم داستان ترسناک فرزند شیطان رو براتون تعریف میکنم. امیدوارم لذت ببرید و لطفاً برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید. ممنونم. داستان تا جایی رسید که لیلیس روح دوم یعنی پدر خوندش رو به شیطان تقدیم کرد و مرحله دوم فرزند شیطان شدنش رو هم تکمیل کرد و با به وجود اومدن شاخهای کوچک قرمزی بر روی سرش، لیلیس به جلوی آینه رفت و خودشو تو آینه دید. چیزی که میدید و نمیتونست باور کنه، شاخهای کوچک قرمز رنگی روی سرش به وجود اومده بودن و احساس خارشی در پشتش احساس کرد و وقتی دستش رو به عقب برد باز هم متعجب شد. بالهای کوچک مشکی رنگی روی کمرش به وجود آمده بودن. به خودش میگفت که اینا چیه؟ اینا از کجا آمده؟ که ناگهان از داخل حمام صدای باز شدن شیر آب و صدای زنی آمد و به سرعت به طرف حموم رفت تا ببینه صدای چیه. به سرعت پرده حموم رو کنار زد و با ترس زیادی روبرو شد. روی زمین نشست و مات و مبهود به جلوش خیره شده بود. یه بدن بی سری بود که داشت خودش رو داخل حموم می شست و خواست که سریع به عقب بره و از اون اتاق فرار کنه، ولی صدای در گوشش گفت که کجا میخوای بری؟ وقتی سرشو برگردون دید که کله الیزابته و داره باش صحبت میکنه و با خودش گفت که حتما اینم بدن الیزابته و این باید کار شیطان باشه. حتما با این کار بهش نشون داد که نفر بعدی باید الیزابت باشه که اونو تقدیم شیطان کنه. داخل بدن الیزابت چند چاقو فرو رفته بود و از داخل وان بلا فاصله خارج شد و به طرف لیلیس رفت. لیلیس سعی کرد که دستش فرار کنه، ولی در پشت سرش بسته شده بود و همونجا گیر افتاد. اون بدن بی سر هم قدم به قدم به اون نزدیک و نزدیکتر می شد و قطره های خون اون بدن روی زمین می ریخت. چند لحظه بعد قطره خونی رو روی پیشونیش احساس کرد. بلافاصله به طرف بالا نگاهی کرد و دید که بدن سوخته سونیا بالای سقفه و داره بهش نگاه میکنه و بدن الیزابت هم تو اون لحظه به اون رسید و فریاد زد که عزیزم، یک هفته دیگه منتظرت هستم که بیای و منو بکشی. لیلیس فریادی از روی ترس کشید و از داخل آینه که کنارش بود یه تنابی به بیرون زده شد و چهره محمد داخل اون آینه نمایان شد. بعد از فریادهای مکرر لیلیس، ابلیس که به شکل اون سه نفر در اومده بود دوباره خودش رو به شکل یک مار سبز رنگ بزرگی در آورد و به فرزند خودش سلام کرد و بهش گفت که هفته دیگه میبینمت، دیر نکنی. که ناگهان همه جا آتش گرفت و حمام سرشار از شعله‌های آتش شد و لیلیس به سمت در فرار کرد تا از اونجا خارج بشه، ولی باز هم نتونست. عصبانی شد و لگد محکمی به در زد و در از جاش کنده شد و به طرف پرتاب شد و خودش رو به بیرون پرتاب کرد و بلافاصله شعله ها هم خاموش شدن و با خودش گفت که من دیگه بسمه، من از اینجا میرم. داشت به سمت خروجی میرفت که یادش افتاد شاخهای کوچیکی رو سرش هستن و باید اونا رو بپوشونه. رفت به اتاقش تا کلاهی رو سرش بذاره، ولی تا جلوی آینه رسید دید که خبری از اون شاخها نبود. به خودش گفت که حتما
نامری شدن تا مردم نتونن اونا رو ببینن. از خونه خارج شد و به طرف خیابان اصلی قدم برداشت. با دیدن اولین هتلی که روبروش بود واردش شد و درخواست یک اتاق کرد. یک اتاق کرایه کرد و وارد اتاق شد. همین که داخل اتاق شد یک آینه قدی در کنار اتاق دید. با دیدن اون آینه قدی حسابی عصبانی شد و دائم به خودش میگفت که چرا من هر جا که میرم باید یه آینه قدی هم اونجا باشه. رفت جلو آینه، به شاخه و بالهاش نگاه میکرد و سعی میکرد که بالاشو تکون بده ولی حرکتی نمیکردن. با خودش گفت که حتما دکوریان و به درد هیچی نمیخورن. بعد رفت و روی تخت نشست. با خودش حرف میزد که تو چه مخمسه ای افتاده. داشت زندگیشو میکرده. تا قبل از اینکه اون کتابو پیدا کرده باشه زندگیش به خوبی داشت میگذشت. تو فکرش داشت با خودش صحبت میکرد که از داخل آینه یک صدای نازک زنی اومد. لیلیز با شنیدن صدای اون زن سرش رو به طرف آینه کرد و داخل اون رو نگاه کرد ولی هیچی نبود. با خودش گفت که حتما خیالاتی شده و صدایی نشنیده. بازم دوباره اون صدا اومد که لیلیس من خیلی ضعیف شدم که بتونم خودم رو بهت نشون بدم ولی باید حرفامو باور کنی و ازت خواهش میکنم که با دقت به حرفهای من گوش کن. بهش گفت که تو کی هستی؟ از من چی میخوای؟ اون صدا بهش گفت که من لونا هستم، یک فرشته ضعیف و اگر همینطور ادامه پیدا کنه ابلیس و تمام آدمهای روی زمین تبدیل به شیطان میشن و قیامتی بر علیه فرشته ها هم برپا میشه. اون در مورد همه چیز به دروغ گفته. اون در واقع داره نیرو جمع میکنه تا ما فرشته ها رو از بین ببره و همه جا رو تبدیل به جهنم کنه و اون طور که خودش دوست داره ادارش کنه. بعد لیلیس از جاش بلند شد و به طرف آینه رفت و با اون فرشته گفت که چرا داری اینا رو به من میگی؟ بهش گفت که چون تو واقعا فرزند ابلیس هستی و حالا بعدا خودت میفهمی که چرا، ولی میتونی باز هم تبدیل به همون آدم سابق بشی اگه به هم اعتماد کنی. و بهش گفت که نجات دنیا تو دستای توه و اگه میخوای تبدیل به آدم بشی باید سه کار رو برای من انجام بدی. ولی یادت باشه اگر تو چهارشنبه هفته دیگه نتونی انجامشون بدی دیگه برای همیشه شیطان باقی خواهی ماند، چون با قتل بعدی روح و جسمت هم شیطانی میشه و دیگه هیچ چیزی دست خودت نیست. لیلیس هم بهش گفت که چرا باید به تو اعتماد کنم. فرشته بهش گفت که تو الان چیزی برای از دست دادن نداری و با قتل بعدی حتی اختیار کاملت رو هم از دست میدی. حالا انتخابش با خودته. با خودش فکر کرد که واقعا چیزی رو برای از دست دادن نداره و میتونه حتی جون الیزابت و دخترش رو هم نجات بده. پس با غرور بهش گفت که چیکار باید بکنم. بهش گفت که شخصی هست که همه ما میشناسیمش ولی تو بیشتر از همه میشناسیش. هیچ وقت ندیدیش ولی اولین کسیه که تو دیدیش. همه عاشقش هستن ولی تو عاشق اون هستی و وقتی پیداش کردی منو دوباره ملاقات میکنی. چشمای لیلیز از تعجب داشت بیرون میزد. بهش گفت که چی داری میگی؟ معما میگی برای من؟ معلومات حلش کنم؟ لونا گفت تنها چیزی که من میدونم همینه و تنها سرنخمون خاطرات فیلیپ هست که وقتی آدم عادی بود اونا رو میتونم بهت نشون بدم ولی بعد از اون خودت باید بری دنبالش بگردی و اونو پیدا کنی.
با خودش گفت که این کیه که در موردش داره صحبت میکنه؟ اون چه قدرتی داره که میتونه منو به حالت اولم برگردونه و حتی میتونه دنیا رو باهاش نجات بدیم؟ بهش گفت پس خاطراتش رو به نشون بده.